سلام به شهروندان و بیننده های عزیز تلویزیون ایران فردا با برنامه در همین نزدیکی با شما. شقایق هستم به همراه پوریا با خبرها و گزارش های شما در خدمتتون هستیم. برای شروع برنامه بریم یه فیلم ببینیم و برگردیم. از این تبلیغات تو سطح شهر تهران کم نیست. اطراف اکثر بیمارستان ها از اینجور تبلیغات روی دیوارها زیاد به چشم خوره. متاسفانه ناراحت کننده و دردآوره. هیچ کس هم نیست که به این موضوع و مشکلات مردم رسیدگی کنه. البته اکثر این شماره ها برای دلال ها هستش که از این را کسب درآمد میکنه. این فیلم رو برای تلویزیون ایران فردا میگیرم. سلام به بیننده های عزیز برنامه. متاسفانه چند سالی میشه که فروش کلیه تو ایران باب شد و اکثر افراد به خاطر مشکلات مالی مجبور فروش کلیه خودشون میشن و افراد سودجویی هم تو این رابطه دلالی میکنن، پولهای هنگفتی به جیب میزنن که وزارت بهداشت هم تا به حال نتونسته با این موزل مقابله کنه. این گزارش البته آقایون عزیزی باید ببینن که هنوز درگیر رعایت حجاب و روسری و چادر سر کردن افراد هستن تو کشور و به قول خودشون به فکر آخرت مردم هستن و چششون رو روی این شرایط مردم بستن. خب بریم سراغ خبرها با شقایق. بعضی وقتا آدم ها یه چیزایی رو یه حرفایی رو لای یه چیزای دیگهی میپیچونن که اون منظور اصلیه زیاد به چشم نیاد. البته خب نمیدونم، شایدم موضوع همون پیچوندن است. عدد خودروهای وارداتی نسبت به مدت مشابه پارسال 48% بیشتر شده. برای مثال بعد از اینکه ماجرای واردات ماشین‌های آمریکایی بیخ پیدا کرد، از وزیر صنعت پرسیدن قضیه که واردات و مجوز ماشین آمریکایی چیه برادر من؟ آقا نعمت‌زاده گفته به این سوی قبله من بیخبرم. خدا هم نمیدونستم. بعد معلوم شد در سال 93 یه شرکت اومده، عمل ریشش امریکایی هست، مجوز نمایندگی گرفته. ما دور هم صحبت کردیم، دیدیم کسی بهتر از تیمور و بچه‌هاش نیست، تصمیم گرفتیم اونا این کارو انجام بدن. بابت این حرکت شوم از چه کسی پول میگه؟ واقعا چه توقعاتی داریم ما؟ تریلی تریلی داره جنسا که جور و جور وارد ایران میشه. یکی دوتا هم که نیست. خب وزیر بنده خدا چه جوری باید خبر داشته باشه آخه؟ تریلیا اینقدر زیاده که صداش وزیر بهداشت هم ناراحت کرده. به عنوان یه ایرانی واقعا متاسف میشم وقتی میبینم که چون گفته ما کوچکترین جنبنده رو میتونیم ببینیم، چطور کانتینر و کشتی و قایق و لنج قاچاق رو نمیبینید آخه؟ دکتر جان، این ماجرای قاچاق زیاد با ماجرای زیرمیزیمون نمیزنه. یعنی همونقدر که ندیدن قاچاق عجیبه، ندیدن زیرمیزی هم عجیبه. همونقدر که وزارت بهداشت نمیتونه جلوی زیرمیزی رو بگیره، خب جاهای دیگه هم حریف قاچاق نمیشن. یعنی از این لحاظ خیلی خوب ادارات دارن با هم رقابت میکنن. البته همه میدونن که چرا اینجوریه و چه کسایی از این شرایط دارن سود میبرن. این چیه و این زیر میزه؟ شیرینه زیر میزه. از ایجا باید بگیری. اجازه بدیم. یه ندا این مال زیر میزه. محققا اخیراً یه مدل پیچوندن جدید کشف کردن که طرف با خلاقیت هرچه تمامتر قطعه چینی رو میذاره تو کارتون ایرانی. اخیراً به دلیل همون عدم حمایت دولت از تولید کننده ها و مجبور کردن تولید کننده ها به قطعات چینی و ورود قطعات چینی و گذاشتنش در داخل کارتون های ایرانی، باعث شد قطعات تولید ایران افت کنه. انگاری تو خودرو کار از قناری و گنجیشک و این حرفا گذشته، رسیده به انداختن چینی به جای ایرانی.
آن زمان کالاها از چون وارد می شد. برای همین بیصد و سامانیان راهی چون شدند و بعض آنجا کالاهای چونی وارد کردند. درصد کارامون چینیه. هم جنسیه که جنس از چین اومده ولی خب تاجر ایرانی آورده. بریم سراغ نایب رئیس اتاق ایران و چین که خودشون و قدیم ندیما دستی تو واردات از چین داشتن و کلی زحمت کشیدن تا این مسیر واردات از چین رو آسفالت کنن. بعد حالا اومدن میگن این چه وضعشه که گر و گر کفشوی چینی وارد میکنید؟ به نظرم این آدمای دیگه زدن تو کار کفش. خب کاروبار حاجاخا هم کساد شده. حقم دارم بالاخره ناراضی باشن. دست زیاد شده. چرا کسی پیگیری نمیکنه؟ اینا همه یه طرف. آقای آخوندی هم یه طرف. به ظاهرش کاری به نفع مردم ولی به واقع گرفتار کردن هم دولت‌های آینده هستش و هم گرفتار کردن مردم. مهندس کلن استاد پیچوندن هستن چون از زمان وزارت مسکنیشون تا حالا هیچ جنبنده‌ای نتونسته یک کلوم برنامه ایشونو برای مسکن از زیر زبونشون بکشه. یه اداره بیاد اینجا جواب مردم بده. عوضش وزیر مسکن تخصصشون شده واژه سازی برای مسکن مهر. اولش که گفته بودن طرح بی خودیه، بعدم که گفتن پوپولیستی هستش. این دختر مولو چی میگه؟ میگه مسکن مهر مسکن مهر. ساده یا مسکن مهر اسمش روشه، یعنی مثل مهریه میمونه. کی داد کی گرفت؟ البته در بی خود بودن طرح مسکن مهر که شکی نیست. متاسفانه نصف خونه ها که تحویل مردم نشده هیچی. هنوز اون قسمتی هم که تکمیل شده و تحویل دادن متاسفانه پر از ایراد بوده و غیر استاندارد ساخته شده. کلی هم پول گرفتن از مردم بابتش و هیچی به هیچی. خب بریم یه گزارش دیگه که برامون فرستادن رو ببینیم و برگردیم. مرداد 96 تهران. متاسفانه اکثر ماشینا در بین خطوط رانندگی نمی کنن و هی لاین عوض می کنن و اصلا قوانین رو رعایت نمی کنن. این فیلم رو برای برنامه در همین نزدیکی با شما ببینم. متاسفانه سالهاست که تو ایران ادارات مذکور تبلیغ میکنن و به مردم آموزش میدن که بین خطوط رانندگی کنید، ولی ظاهران رانندای عزیز تمایلی به رعایت این قانون ندارن و همچنان شاهد این بی‌نظمی در سطح شهرها هستیم و همین رعایت نکردن قانون باعث ترافیک بیشتر و تصادفات میشه. خب بریم سراغ ادامه که گفتن از قدیم بعضی وقتا فکر کردن کار خوبیه، یعنی خیلی خوبه که آدم قبل از هر کاری راجع بهش فکر بکنه. برای مثال معاون امنیت وزیر کشور گفته نشستیم فکر کردیم دیدیم بهتره که این گشت نامحسوس و درباره امنیت اخلاقی بذاریم کنار و فعلا همونجور محسوس گشت ارشاد به کارش برسیم. سرباز وزیر ارشاد ارامتو داخل من شما هستم. سرباز بله قربان. یعنی نمیشد همون موقع که این گشت نامحسوس و خبریش کردید فکر میکردید، تحقیق میکردید، بعد علنیش میکردید؟ بعدش هم آخه واقعا موضوعات مهمتری تو کشور وجود نداره که همه یه دغدغتون ارشاد کردن مردم شده و بس؟ آقای جنتی هم حرفای جالبی زده. از اونا که بعد شنیدنش یکی یکی پنجره هایی از حکمت و فلسفه تو مغز آدم باز میشه. امروز هم همین اعتقاد رو داریم. ما میتوانیم در کنار همدیگه با همدلی، با همزبانی، با همفکری. گفته خیلی از دستاوردهای کشورهای عربی مدیون حضور و تلاش مردم ایرانه. این که چیزی نیست.
آدمای موثر این کشورها هم ایرانی هن. هم تو دولتشون هم تو اقتصادشون. میگم دکتر این جدیدن شما هم نشیندی؟ واقعا؟ واقعا چیه بابا؟ جوکه. آه بامزه بود. بچه هم نخندیدی؟ بعدا میخند. بفهم. آخه آقای جنتی، فکر نمی کنید یه وقت خدایی نکرده یکی این حرفای شما رو جدی میگیره؟ آخه این حرف اگرم درست باشه گفتن داره یا واقعا افتخار کردن داره؟ روده راستی که در دل صادرات ایران جای گرفت. خبر اومده که از ایران سالی 100 میلیون دلار روده به اروپا صادر میشه. جزو 5 کالای گران صادراتی مملکته. خواهشن لطف کنید و از اون روده خوبا برای خارجی ها صادر کنید که یه موقع خدایی نکرده نگن روده راست نداشتن. آقای پیرمحسن دست کرده بود تو جیبش و یه آماری درآورده بود که بررسی کردیم فهمیدیم 90% مردم طرفدار برجام هستند. بعد گفته برجام هنوز جا داره که کاملتر بشه. خب آخه باید بعضی از آقایون بذارن که کامل بشه، نه اینکه سنگ اندازی کنن یا کارهایی انجام بدن که روند اجرای برجام به مشکل بخوره. حالا نمیگیم که مثلا اون موشکه که فرستادن سمت داعش یا دخالت تو کار کشورهای دیگه و حمایت از آدمایی که نباید حمایت بشن و غیره و غیره. این خانومه واسه قدم زدن نیومده جزیره یکیش، قصد پیاده روی تو پارک ملت هم نداره. ایشون رئیس مجلس سنای بلژیک هستن با این هیبت اسپورت. روز پرترافیک دیپلماسی برای دولت. اینم عکسشه این دیدار با رئیس جمهور. اونم که میبینید اون گوشه کنار مبله کولشونه. نوست و زمان لباستون جدید است؟ آره، آخرین مود ساواج بلاغ است. به نظرم یه دوره فشرده رفتار دیپلماتیک و احترام به پروتکل‌های تشریفات براشون بذارین که وقتی رفت بلژیک واسه همکارش تعریف کنه. سخنگوی سازمان انرژی اتمی بعد اینکه آمریکایی‌ها گفتن ما هنوز پول آب سنگین رو کامل به ایران ندادیم، ژست این بنگاهی‌ها رو گرفته و گفته که آب سنگین رو به قیمت روز فروختیم. اگر شما میزان زیادی رو بفروشید با میزان کمتری قیمت این مثل هر کالای دیگه میتونه متفاوت باشه. نه بابا، معلومه که مزنه بازارم دستشون بوده، احتمالاً سر قیمتم کلی چونه زدن. خریدار شما می‌خوای؟ مثلا باز نمی‌دونم بپرسم. بذاری زنگ بزنی؟ زنگ بزن ببینم الان چند شده تو همین ثانیه، چون ثانیه به ثانیه داره میره بارا. در ماسه. آقا من این الان به شما بفروشم خودم نمیتونم بخرم. دوباره بریم سراغ مسکن مهر که میگن کی داده کی گرفته. بسیاری برای تحویل واحدشان همچنان امروز و فردا میشنوند. انشالله تا حد اکثر 17 ماه آینده این پروژه افتتاح و به متقاضیان عزیز تحویل میشه. 18 ماه الان 3 سال شده هنوزش خبری ازش نیست. 32 میلیون نزدیک 4 سال پول ریختم. مسئولش که قائم مقام وزیر مسکن باشد، پارسال گفته بودن 95 پرونده مسکن مهر رو میبندیم و بعد زدن زیرش. دولت تصمیم گرفته مصممه که این پروژه ها رو ضم بکنه. حالا گفته امسال پرونده مسکن مهر رو میبندیم. اما قول تحویل نمیدیم. اون خالیه، الان سهم رعیت ها خالیه، اون جعبه که مال رعیت هاست خالیه. اونا سهم رعیت را که نقدی نمیدهیم. چجوری میدین سهم رعیت رو؟ حقوق رعیت را حواله حساب میدهیم. دست گلتون درد نکنه واقعا. مهندس جان، آخه این جماعت بی خانمان که نمیتونن برن زیر پرونده زندگی کنن، خونه شونو میخوان، با بستن پرونده که مشکلی حل نمیشه. خب یه جوری کارشون رو راه بندازید، ثوابم داره به خدا. خب بریم سراغ گزارش های شما عزیزان که این هفته برامون از شمال و جنوب کشور فیلم گرفتید و فرستادید. Thank you.
دلم بری دیدم نمیشه آخه عشق یاشه با ندیدن کم نمیشه غم دور از تو موندم یه بی پل و پرم نرفت از یاد من سفر عاشق ترم هنوز اما دلت نیست سوزه تظاهر میکنی عاشقمی این بازی هر روز نزد عادت دمه رفتم همش بشوره میگیره دو روز بگذره این دشوره ها از خاطرت میگیره خوردیدم سخت نیست داغل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیای تو راحت باش مرداد 96 شهرک نمک آبرو وسط هفته است شهرک خلوته هوا خیلی عالی و جای همه دوستام خالیه این فیلم رو میگیرم برای تلویزیون ایران فردا جزیره زیبای کیش به سمت هتل میرم زور هستش و جزیره خلوته کلی هم سرسبز همه جا منطقه آزادم خیلی به زیبایی جزیره رسیده کلی هم مجسمه های قشنگ و گلکاری های زیبا تو سطح جزیره هستش فیلمو میگیرم برای تلویزیون ایران فردا کشتی تفریحی جزیره کیش به همه دوستا و همکارای عزیز تلویزیون ایران فردا خالیه واقعا زیبا بودن از شمالی ترین نقطه کشور و جنوبی ترین نقطه کشور یعنی جزیره زیبای کیش و جشنواره تابستانی و کشتی تفریحی و کلی جاهای دیدنی ما که لذت بردیم و ممنونیم که برامون این فیلمای زیبا رو از مسافرتتون ارسال کردین
خب عزیزان، خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودین و برای ما فیلم و گزارش تهیه کردین. ایمیل برنامه ما هم در همین نزدیکی tv@gmail.com و شماره پیغامگیر برنامه 201-818-999-45 هست و میتونید ما رو در فیسبوک و یوتیوب هم به اسم ایران فردا در همین نزدیکی با شما دنبال کنید. ما همچنان منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده شما به همراه فیلماتون هستیم. تا هفته که آینده و خبرهای جدید، خدا یار و نگهدارتون.